خدمت سرکار خانم سمانی صبحانی عزیز هستیم، ذاکر محترم خانم های درگاه اهواز، تشویقشون بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادب یاهو یا ذات پیر مددی رابطه شریف. در این جهان بزرگ هستی و در این جهان بزرگ هستی هر کسی سازی می نوازد و با احساس در این سمفونی جهان را قلب می نوازد. سازت اگر عشق بنوازد همه خلقت خواهند رقصید. زبانت اگر شیرین باشد همه پروانه ها گرد تو خواهند آمد. و قلبت اگر دریای رحمت باشد همه دران جا خواهند گرفت. پس عشق را بنواز، با زبان شیرینت بخوان و با قلبت پذیرا باش. بود لقمان در غلامان چون طفیل، پر معانی تیر صورت همچو لیل. حضرت پیر مولانای جان در دفتر اول مثنوی شریف اینطور حکایت میکنن که لقمان حکیم مدتی غلام و برده بود. ارباب لقمان دارای ثروت فراوانی بود و غلامان متعددی داشت و در بین این غلامان لقمان قیافه سیاه و تیرگونه ای داشت، اما در سیرت و معرفت سرآمد همه بود. ولی از اونجا که ارباب آدم ظاهر بینی بود، غلامان دیگه رو به لقمان ترجیح میداد. مثلا میفرستاد او غلامان بهر باغ تا که میوه آیدش بهر فراق، ولی لقمان رو به کارهای پست مثل جارو کردن مشغول میکرد. همین امر هم باعث شده بود که حتی غلامان هم به دیده حقارت به لقمان نگاه کنن و گاهی اون رو آزار بدن. یه روز ارباب دستور میده به غلامان که به باغ برن و براش میوه بچینن و بیارن. غلامان میرن و میوه ها رو میچینن، اما آن غلامان میوه های جمع را خوش بخوردند از نهیب تمر. ارباب وقتی برمیگرده دستور میده که میوه بیارن. خواجه را گفته لقمان خورد آن، خواجه بر لقمان ترش گشت و گران. لقمان به فراست در میابه که علت ترش روی و عصبانیت ارباب چیه. پس به نزد اون میره. چون تفحص کرد لقمان سبب، در عتاب خواجه اش بکشاد لب. گفت لقمان سیدا پیش خدا، بنده خائن نباشد مرتضا. امتحان کن جمله من را ای کریم، سیر من درده تو از آب حمیم. بعد از آن ما را به صحرای کلان، تو سواره ما پیاده می دوان. وانگهان بنگر تو بد کردار را، سونهای کاشف الاسرار را. ارباب با خودش فکر میکنه و میبینه که پیشنهاد لقمان پیشنهاد به جاییه، پس قبول میکنه. گشت ساقی خواجه از آب حمیم، مر غلامان را و خوردند آن زبیم. بعد از آن میراندشان در دشت ها، میدویدند میان کشت ها. قیدر افتادند ایشان از انا، آب می آورز ایشان میوه ها. چون که لقمان را در آمد قیز ناف، میبر آمد از درونش آب صاف. به این ترتیب راز برای ارباب معلوم میشه و معلوم میشه که این غلامان بودن که میوه ها رو خوردن، نه لقمان. لقمان روسفید شد و غلامان روسیا. جناب مولانا در ادامه این حکایت بیان میکنه که ای سالک، در روز قیامت خائنان از پاکان اینطور مشخص میشن و به این شکل پرده از روی حقایق و رازها برداشته میشه، هرچند که خائنان به فاش شدن رازها بیمیل هستند. پس سعی کنیم که در زندگی به گونه ای باشیم که جزء رسوا شدگان نباشیم، چه در این دنیا و چه در آخرت. حکمت لقمان چو داند این نمود، پس چه باشد حکمت رب الوجود. یوم تبدی السرائر کلها، بان منکم کامن الله یشتها. چون سقوما ان حمیما قطعت، جملت الاسرار مما افسعت. نار از آن آمد عذاب کافران، که حجر را نار باشد امتحان. الخبیثات الخبیثین حکمت است، زشت را همزشت جفت و بابت است. پس به هر جفتی که میخواهی برو، محو همشکل و
صفات او بشو، نور خواهی مستعد نور شو، دور خواهی خیشبین و دور شو، ولی و رهی خواهی از سجن خرب، سرمکش از دوست بس شد وقتره. و سلام یا حق. ماشاءالله. هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان بود. درود بر شما.